هفته گذشته شاهد اعتراضات گسترده اقشار مختلف میهنمون علیه غارتگری‌ها و سرکوبگری‌های رژیم آخوندی بودیم. همراه هستیم با حسین میرداماد تا به ابعاد و گسترش کمی و کیفی اعتراضات در هفته گذشته بپردازیم. سلام می‌کنیم به شما و به سرخط خوش آمدید. سلام می‌کنم من هم به شما و درود می‌فرستم به مردم به پاخواسته میهن و با سلام به بینندگان عزیز سیما آزادی. شما اگر بخواید اعتراضات هفته گذشته رو دسته‌بندی بکنید، اونها رو چطوری دسته‌بندی می‌کنید؟ عرض کنم خدمت شما که در هفته گذشته ما شاهد اعتراضات گسترده‌ای هم از طرف دانشجویان، هم از طرف غارت شدگان، هم از طرف کارگران، بله، کشاورزان، دوستاییان و سایر اقشار به پاخواسته میهن بودیم که تقریباً چیزی در حدود 100 حرکت اعتراضی شمارش شده در همین هفته‌ای که گذشته، البته اونقدری که به رسانه‌های مقاومت رسیده و خیلی از اینا هستش که خب سانسور میشه و گزارشش در واقع به دست رسانه‌های مقاومت نمی‌رسه. در همین حد حدود مثلا 100 حرکت اعتراضی گزارش شده. طبعا در فرصتی که ما داریم امکان اینکه به تمام اعتراضات و تظاهرات و غیره بپردازیم نیست. میخواستم خواهش کنم که از گسترده ترین اعتراضات شروع کنید و توضیح بدید. مهمترین اعتراضاتی که در هفته گذشته داشتیم اعتراضات مربوط به دانشجویان بود. به طور گسترده در دانشگاه مختلف کشور اعتراضات داشتن به مناسبت روز دانشجو، چه از روزهای قبل و چه در خود روز 16 آذر و چه در روز بعدش. در قالب تظاهرات برپای نمایش نامه یا نمایشگاه یا شرکت در یه سری جلساتی که رژیم گذاشته بود و سردادن شعار علیه رژیم توی اون جلسات، به طرق گوناگون به اصطلاح این اعتراضات خودشون بیان کردن و تا اونجایی که ما گزارش داشتیم از دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه ملی ایران، دانشگاه علم و فرهنگ، دانشگاه زنجان، دانشگاه قم، دانشگاه زابل، دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه و یه تعدادی از دانشگاه‌ها که در واقع گزارشاتش طی این چند روز گذشته به دست ما رسیده. بله. ظاهراً اینطوری که اعتراضات دانشجویی امسال بیشتر بار صنفی داشته. نظرتون در این باره چیه؟ اولا که خب اینطوری نبوده. حالا توضیحش خدمتتون میگم. ولی یک پاراگرافی براتون توضیح بدم در مورد این که میگن تظاهرات بار صنفی داشته، نه در مورد دانشجویان فقط، در مورد سایر اقشار هم یک تفاوتی بین تظاهرات با بار صنفی در ایران و سایر جاها و سایر کشورهای دنیا وجود داره. در کشورهای دیگه اعتراضات صنفی علیه یک شرکت یا یک مؤسسه‌ای هست که اون مؤسسه حالا ظلم می‌کرده، ستم می‌کرده به مردم یا حقشون خورده که مردم تظاهرات می‌کنن که از اون شرکت بگیرن. در حالی که در ایران تمام این شرکت‌ها و مؤسسات و در واقع رویارویی مردم با ارگان‌های حکومتیه، با دستگاه حاکمیتیه. مثلا کارکنان پلاسکو تظاهرات میکنن علیه کی؟ علیه بنیاد مستضعفان که وصل به ولی فقیه. تمام این غارت شدگان که تظاهرات میکنن که حقوقشون، اموالشون غارت شده، علیه کی تظاهرات میکنن؟ مؤسساتی که وابسته به سپاهن یا وابسته به بیت ولی فقیهن. بسیاری از کارگرایی که در صفحات جنوبی کشور تظاهرات میکنن مربوط به پالایشگاه‌های پتروشیمی یا پارس جنوبی امثال اینا هستن، تظاهراتشون علیه شرکت‌هایی هستش که وابستن اون شرکت‌ها زیر نظر و در چنگ در واقع سپاه پاسدارانه. یا تظاهراتی که علیه تخریب محیط زیست میشه، مثلا تظاهراتی که علیه خوش شدن دریاچه ارومیه یا خوش شدن کارون یا زاینده رود امثال اینها میشه. برای چی؟ برای اینکه سپاه اومده سدسازی کرده، سدسازی‌های سودآور و چپاولگرانه باعث خشک شدن محیط زیست شده و غیره. تمام اینهایی که در ایران تظاهرات میشه تحت عنوان رویکرد صنفی در تظاهرات، وقتی نگاه کنیم در محتوا، همه اینها به نوعی رویارویی مردم هست با اون ارگانهایی که در واقع مردم ظلم و ستم میکنن و تحت پوش رژیم هستن، زیر چنگش هستن و اصلا مال خودش هستن. به همین دلیل نمیشه گفت در ایران ما یک تظاهرات 100% صنفی داریم. خیر، تظاهرات در ایران
سنفی‌هاش هم به همین ترتیب که خدمتون گفتم سنفی‌هاش هم بار سیاسی و رو به حاکمیت بره. بله. در مورد اعتراضات دانشجویی به طور خاص در روز 16 آذر چطور بود؟ در روز 16 آذر بخشش که اساساً شعارها سیاسی جدی بود، مثل شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد که در دانشگاه تهران دادن، در تالار فردوسی وقتی یکی از ایادی رژیم سخنرانی میکرد اونجا دانشجوها شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد دادن و همچنین شعارهایی که در واقع جوهر ضد استبدادی داره توی این شعارها داده میشد، شعار میدادن در دانشگاه ملی ایران همین موسوم بهشتی که هم مجلس هم دولت اتاق فرمان غارت، یا مثلا توی سخنرانی حاجی بابایی وزیر اسبق آموزش پرورش رژیم در قم شعار میدادن که تفکیک جنسیتی نمیخوایم. اصلا شعارهای علیه تفکیک جنسیتی میگفتن تبعیض جنسیتی، تفکیک جنسیتی محکوم است که امسال در تمام دانشگاه هم سر داده شد، یه شعار علیه سیاست سرکوب و تبعیضی هست که رژیم در دانشگاه اعمال میکنه. یا مثلا شعار میدادن تشکل وابسته نمیخوایم. این ترجمه همون شعاری است که بسیجی برو گم شو. تشکلای وابسته به دانشگاه مال کی هن؟ مال بسیجن، وابسته به دولت هن، وابسته به رژیم هن. دانشجو با شعار میدن اینا رو نمیخوایم. یا مثلا شعار میدادن که خوابگاه دخترانه زندان است. علیه نهادهای سرکوبگری که تو خوابگاه های دخترانه اعمال سرکوب بیشتری میکنن. همچنین مثلا شعارهایی میدادن از قبیل آموزش رایگان حق مسلم ماست، علیه غارتگری رژیم نسبت به شهری ها و اخاذی های کلانی که داره از دانشگاه ها میکنه، دانشگاه پولی نمیخوایم، دانشگاه پولکی، شهریه زورکی. اینا همه شعارهایی هستش که در واقع سیاست های رژیم آخوندی رو هدف قرار گرفته، برخیش ممکنه بار صنفی داشته باشه اما هدفگیریش اساسا حاکمیت رژیم هست. یک نکته دیگه هم که بود در دانشگاه ها این که رژیم تلاش کرد با به اصطلاح برگزاری یک سری، اینطوری اعلام کرد که یک سری سخنرانی هایی از طرف همین باندای رژیم مثلا ولایتی یا امثال اینا میخواد ببره تو دانشگاه بذاره، ولی باز هم از ترس همین این فضای اعتراضی و انفجاری دانشجوها جرئت نکرد اینا رو بذاره، مثل همین ولایتی و غیره که به اصطلاح میخواستن بذارن. اگه بخوایم مقایسه بکنید چه تفاوتی بین شعارهای دانشجویان امسال و سال گذشته بود؟ مهمترین تفاوتی که به نظر من در اعتراضات امسال دانشجویان بود همین شعار دانشگاه پادگان تدبیر و امید چاخانه بود. این شعاری بودش که خب سال قبل نداشتیم. رژیم تلاش کرده یا باندهایی از رژیم این توهم رو بپراکنن که گویا مثلا فرض کن یک اخشاری از دانشجویان متوهمن نسبت به اصلاحات دعاوی اصلاح گرایانه و پوشالی رژیم. این شعار نشون داد که در واقع دانشجویان این توهم رو در مورد اصلاحات رژیم ریختن تو زباله‌دان. این ترجمان همون شعاریه که از ابتدای امسال مقاومت ایران با شعار نجلاد نشیاد انتخابات رژیم رو محکوم کرد و مردم هم این شعار رو دادن، نجلاد نشیاد. جلاد که باند خامنه‌ای و اون رئیسی و امثال اینا هستن، شیاد هم که روحانی و با شعار تدبیر و امید و امثال اینا. حالا این شعار با این صورت توی دانشگاه ها داره منعکس میشه. این حرف بسیار جدی امسال دانشجوها در دانشگاه های ایران بود. در همه جا هم شعار شده، هم در دانشگاه تهران، هم در دانشگاه شریف و هم در دانشگاه ملی این شعار سر داده شد، سایر دانشگاه هم دادن. بنابراین میتونیم بگیم که یکی از مهمترین حرف های دانشجویان در سال جدید این بودش که تمام باندهای رژیم رو در واقع محکوم کردن و به اصطلاح علیهشون شعار دادن. همین مقایسه که کردید در مورد اعتراضات دیگه چطور غیر دانشجویی، اونها در چه وضعیتی بودن امسال؟ یکی از مهمترین اعتراضاتی رو که ظرف همین دو سه روز گذشته داشتیم اعتراضات مردم جلیز در استان ایلام بود که این اعتراض در واقع به صورت بسیار گسترده‌ای
از طرف روستایی‌ها در واقع درگیری بین روستاییان و نیروی سرکوبگر انتظامی بودش. اجازه بدید قبل از اینکه شما ادامه بدید اطلاع میدن که یک فیلم و تصاویری هست از همین درگیری که اشاره کردید، اینو با هم ببینیم و بعد شما ادامه بدید. درگیری نیروی انتظامی بیتره خانمه را میزنید؟ نه زدید زدید بیتره کنید آه زد خانمه زد خانمه زد بله، همطور که می‌بینین مردم واقعاً با تمام توان در برابر تهاجم وحشیانه نیروی انتظامی حمله می‌کنن، زنان فعالانه شرکت می‌کنن، درگیری صورت می‌گیره. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که رژیم اومده این به اصطلاح زمین‌های مردم می‌خواد غصب کنه. بر اساس به اصطلاح گزارشی که در اینجا داریم، این زمین‌ها در واقع مردم مشغول کار خودشون تو کشاورزی اینا بودن که رژیم حمله میکنه که بخشی از اینها رو بگیره با ده‌ها خودرو اینا. مردم در واقع شروع میکنن به ایستادگی و از روستاها میان، از جاهای مختلف میان کمک هم دیگه و در برابر اینا به اصطلاح میستن. در این رابطه 4000 هکتار از مزارع ساکنین این روستا رو همین سازمان اتکا وابسته به ارتش رژیم اومده غصب کرده و فقط 1000 هکتارش رو سهم روستایی ها قرار داده. حالا به اسم سوابق نمونم اوقاف و این مربوط 30-40 سال پیش، این روستایی ها با همین 1000 هکتار داشتن کار میکردن. الان میخواد همینا رو هم بگیره از اینا و غصب کنه. به همین دلیل اینا ایستادن. اینها ایستادگیشون بلافاصله منعکس شد تو فضای مجازی و رسانه های مقاومت هم منعکس کردن این رو. و روز بعدش، یعنی در واقع باید بگیم روز جمعه، مردم تظاهرات کردن در اهواز در حمایت از این هموطنانمون که در اینجا زیر ظلم و ستم رژیم قرار گرفتن. بنابراین این یکی از گسترده‌ترین اعتراضاتی که ما در هفته گذشته داشتیم همین اعتراض مردم جلیز بود که به درگیری در واقع به یک حالت خیزش روستاییان علیه سرکوب رژیم بود. سوال بعدیم راجع به اعتراض غارت شدگانه. این غارت شدگان طی هفته های گذشته تظاهرات خیلی گسترده ای داشتن، ولی ظاهرا این هفته چون رژیم اعلام کرده که گویا بخشی از پول اینها رو پس میده، این تظاهرات و این اعتراض فروکش کرده. آیا این درسته و یا آیا توضیحی دارید؟ ببینید، رژیم اون هفته قبل در واقع اومد گفتش که ما وام های 100 میلیون تومان کمتر رو، سپرده های 100 میلیون تومان کمتر رو میدیم به سپرده گذاران، که واضح بود که این یک حقوق بازی و کلاهبرداری توش هست و ظاهرش این بودش که، ولی خب این چیزی هنوز رو نشده بود و به مردم گفتن بیاین و اینا رو بگیرید. خب طبعا اینا به خاطر گرفتن سپرده هاشون میرن، ولی وقتی مردم مراجعه کردن با کلاهبرداری های عظیمی مواجه شدن که بعضا پول هاشون رو نصف و بیشتر و حتی تمام پول مردم رو خورده بودن به ادعای اینکه ما 15% سود میدیم بقیهش رو برمیداریم و اینها، که من به اصطلاح این باعث شد که انبوهی
اعتراضات باز دو مرتبه حول این قضیه شکل بگیره. حالا من چند نمونهشو براتون میخونم اینجا ببینید که به چه صورت هستش. یک نامه میگه که از یک خانم غارت شده مؤسسه آرمان وحدت، میگه من یکی از سپرده‌گذاران تعاونی وحدت خوزستان هستم، استان زرخیز خوزستان که سرمایه کشور داره، خلاصه مردم انتظار دارن که پولهای مردم صرف خوشیشون بشه و اینها. گفته از نظر ما آقای روحانی، سران سه قوه و آقای سیف عاملان اصلی این خیانت به مردم هستند و ایشان این توطئه بزرگ رو انجام دادن. بعد یک میگه که خلاصه بیایید حساب کنید در یک مؤسسه مثل تعاونی وحدت غرب که استانهای خوزستان، لرستان، همدان، ایلام، بوشهر و غیره را پوشش میداد، این همه سپردگاز توسط بانک مرکزی چپاول شدن. کسی که سپرده 35 میلیونی داشته کمتر از 25 میلیون دریافت کرده، سپرده گذار 100 میلیونی 70 میلیون و در پاری از موارد تا 50% سپرده مردم را دزدیدند. این نامه مال کی بود؟ مال یک خانومی از مؤسسه آرمان وحدت خوزستان بود. باز یکی دیگه آقای اومده نامه نوشته، گفته تا زمانی که ما سپرده گذاران کاسپیان، فرشتگان یا آرمان ایرانیان سابق زنده ایم و توان حرکت داریم، زیر بار این دروغ و ظلم بزرگ نخواهیم رفت. به بهانه کسر سود اصل پور ما را به نصف تقلیل دادند. این هم مال یکی دیگه است. باز یه نمونه دیگه عرض کنم که سلام دوست من، 320 میلیون داشتم، یعنی سپرده گذاری داشتم، 91 میلیون شده، یعنی تقریبا یک چهارم اومده بهش، یک سوم، بین یک سوم تا یک چهارم در واقع بهش دادن. این دیگه چطور دزدی بوده؟ والله یک دزد که به خانه و یا باغ کسی به دزدی میره انصاف داره، نه اینکه همه را به دزدی. خطاب به رژیم داره میگه. باز یک نمونه دیگه، سلام، من 120 میلیون داشتم، الان 57 میلیون شده، اما کوتاه نمی آیم، باید کفن بپوشیم همه من تو خیابون. باز یک نمونه دیگه، من 300 میلیون داشتم، 120 میلیون اومده. نمونه دیگه ها. مورد دیگه در مورد پدیده شاندیزه. حالا این موارد زیاده، من چند نمونهشو در واقع از این نامه هایی که این دوستان در تلگرام های مختلف نوشتن جمع کردم براتون خوندم. نمونه دیگه در مورد اعتراضات پدیده شاندیزه، دزدی که رژیم الان از پول این مردم سهامگذار در این پدیده دارن، اینم نمونه تماشاییه که الان اینا در واقع اعتراضاتشون شروع شده. باز یه نمونه دیگه از همین این غارت شده ها مربوط به اصطلاح مربوط به پدیده شاندیز هست که اینم اعتراضات داشتن تو این هفته. تو اونجا که من در جریان هستم، این پدیده شاندیز مدتیه که گویا مسئلهش حل شده، پس چرا دوباره اعتراض میکنن؟ علتش اینه که یک کلاهبرداری عظیمی از همین این سهامگذارای پدیده شاندیز شده. به چه صورت؟ به این صورت که اینا هر سهامی 12,000 تومان ارزش داشته، اینا این سهامو کردن 800 تا یه تومانی، 800 تومان. و این خب طبعا تمام ارزش سهام اونا رو چیکار کرده؟ از بین برد. از بین برده. و تعدادشون هم زیاده. اینا اومدن گفتن چیه؟ گفتن آقا پول ما رو باید پس بدین. گفته الان پروژه افتاده دست دولت، سهامی که ما 12,000 تومان خریدیم شده 800 تومان. این خود یکی از همین سهامگذاران پدیده نوشته. جالبه اون موقع که میخواستن جلوی پروژه رو بگیرن، سال 93 داستان مشهد گفت در روزنامه که این پروژه غیرقانونی سهام میفروشه و باید باهاش برخورد بشه. از اون طرف رئیس دادگستری روز بعدش گفت منظور دادستان پدیده نبوده و این پروژه قانونی است. اما حالا فهمیدیم که رئیس دادگستری و اقوامش سهامدار بودن، افشاگری کردن. خود همین این به اصطلاح سهامگذارای پدیده از این به اصطلاح غارتگرایی که تو اینجا کار میکنن، از جمله گفته انواع اقسام مدیران و وزرا، سپاه و نیروی انتظامی سهامدار این شرکت هستن. یعنی یک مجموعه ای از غارتگران حاکمیتی چنگ انداختن بر مؤسسات مختلف، پروژه های مختلف، شرکت های مختلف. واقعا مردم اینطوری غارت میکنن. به همین دلیل هم هستش که میبینیم مردم هم به هیچ وجه قانع نمیشن و حاضرم نیستن کوتاه بیان از حقوقشون، کمون که در مورد پدیده هم دیدیم. این وضعیت الان در مورد سایر اقشار هم به نوع دیگه شاهدش هستیم. الان بیکاران مثلا این هفته داشتیم چند مورد حرکت اعتراضی بیکاران در خوزستان رو داشتیم.
با باند بازی و پارتی بازی و خانواده بازی و قبیله بازی کارگزارای رژیم توی اون مناطق اجازه نمیدن فارغ التحصیلان و کسانی که مال همون مناطق بومی هستن در همون شرکت هایی که توی همون اون شهر خودشون و منطقه خودشون هست برن استخدام بشن. میرن از جای دیگه میارن برای اینکه ارزون حقوق بدن، زودم اخراج بکنن، کسی هم صداش در نیاد. خب مردم ایستادن، تظاهرات های مختلفی حول این قضیه صورت گرفته در جنوب، اعتراضاتی که علیه تخریب محیط زیست میشه باز ادامه داره. الان سر بحث آلودگی هوا در خوزستان که باز این هم باعث و بانیش سپاهه، خشکوندن حورالعظیم و سایر به اصطلاح محل کاری که کرده تو خوزستان، این همه باعث اعتراضات اجتماعی شده. و الان در این هفته ما به همین دلیل شاهد بودیم که چه به دلیل روز دانشجو، چه به دلیل همین اعتراضات وارد شدگان، حجم اعتراضات هم در واقع بالاتر رفت. یک اعتراض دیگه هم که در آخر خدمتتون بگم، اعتراض زلزله‌زدگان بود در کرمان. هفته گذشته باز ما زلزله کرمان رو داشتیم و واقعا رژیم در اونجا تبهکاری کرد و مردم رو هوا ول کرد و هیچ امکانی چادر و وسایل دیگه ندادن، با اینکه ده ها هزار خونه آسیب دیدن یا هزار خونه خراب شدن و چادر و امکاناتی که بیاد به مردم بده و بتونه به اصطلاح مقداری از مشکلاتشون حل بشه نبود. به همین خاطر شاهد تظاهرات مردم زلزله زده در کرمان هم بودیم. بله، مجددا تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه سرخط و گفتگویی که درباره اعتراضات هفته گذشته داشتیم.